نمایندگان مخالف دولت لهستان سرانجام روز پنجشنبه و با لغو شدن طرح دولت برای محدود کردن پوشش رسانه‌ای فعالیت‌های پارلمان به یک ماه تحصن در پارلمان این کشور پایان دادند. با این وجود بحران سیاسی در لهستان به پایان نرسیده. نمایندگان مخالف که در اقدامی بی سابقه از 26 آذر دست به تحصن در صحن پارلمان زده بودند، به محدودیت‌های اعمال شده در بودجه سال 2017 نیز معترضند و معتقدند این بودجه به صورت غیرقانونی به تصویب رسیده. آنها خواهان استعفای مارک کوخچینسکی، رئیس پارلمان و عضو حزب محافظه‌کار قانون و عدالت هستند. این حزب که از یک سال پیش قدرت را در دست دارد، به دنبال ایجاد اصلاحات در قانون اساسی است. همزمان با این تنش‌ها، مردم معترض نیز در خارج از پارلمان جمع شده و از نمایندگان مخالف حمایت کردند.